حالا بریم سر درس پ. میدونم نوشتن این حرف خوب بلدین، چون هم شبیه ب هست و هم شبیه ت. پس دیگه توضیح اضافی نمیدم. حالا گوش کنین تا بخونم. توپ پا. اکرم توپ دارد. اکرم با پری دوست است. اکرم با پری توپ بازی می کند. پری توپ را می اندازد. اکرم توپ را با پا می زند. پی کوچک، پی بزرگ. حالا می خوام ببینیم این می اندازد چند تا بخش داره؟ به نظر شما چند تا بخش داره؟ خب، حالا با هم دیگه چک می کنیم. می یه بخش. ان دو بخش، دا سه بخش، زد چهار بخش. اصلا خود این حرف های با صدا هستن که این بخش ها رو به وجود میارن. یعنی شما الان دقت بکنید در بخش اول که میگیم می، ای حرف با صداست. بخش دوم ان، ا حرف با صداست. در بخش سوم دا، آ حرف با صداست. و در بخش چهارم وقتی میگیم زد، ای دوم که روی ز اومده حرف با صداست. و پس متوجه شدیم که حروف با صدا هستن که میتونن تعداد بخشا رو به وجود بیارن. خب حالا الان چند تا براتون کلمه جدید میگم. اولش که پ داشته باشه مثل پست. خب حالا شما یه دونه بگین که اولش پ داشته باشه. اگه گفتین حتما میگین پارو. آفرین، درسته. حالا یه دونه پ، یه کلمه بگیم که پ در وسطش باشه مثل سپیده. یه کلمه بگیم که په آخرش باشه مثل سوپ. خب این په کوچک در زیر نوشته شده و هم تو کنارش په بزرگ. از این به بعدش هم که دیگه آخر درسه، خودتون میدونین باید چی کار کنین. من دیگه چیزی نمیگم.